امروز کسان میگن دستاوردهای 19 ساله ما از بین میره. اونهایی که میگن دستاوردهای 19 ساله این نظام چی میشه؟ خبری فوری و تازه، ملا برادر هم با مولوی انصاری کشته شده است. خبری بسیار خوشایند برای کسانی که از ملا برادر و طالبان ناراض هستند و خبری بسیار غم انگیز برای طرفداران ملا برادر و طالبان. بر طبق منابع ملا برادر نیز همراه با مولوی انصاری کشته شده است که در ادامه ویدیو جزئیات را برایتان خواهیم گفت. پس در ادامه این ویدیو با چینل پرژنسیتی با ما همراه باشید. مولوی انصاری از عالمان دین و یکی از کسانی که با طالبان روابط محکمی داشت، امروز در یک انفجار محیط بر اساس منابع موثق در هرات کشته شد. اینها دستاوردهای نظام است. رذایل اخلاقی، بیدینی، دین ستیزی، ارتدادهای مدرن که به نوعی از انواع مردم در حال مرتد شدن است، بی‌حجابی و بدحجابی، اختلاط زن و مرد در پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها و کوچه و بازار، اینها دستاوردها. بر طبق منابع در مسجد گذرگاه هرات همراه با انصاری، بر طبق گفته‌های قمندان امنیه هرات 7 تن جان باختند، اما بر اساس برخی منابع همراه با انصاری 13 تن کشته شدند. ولی منابع مردمی و شاهدان در مکان انفجار میگویند که نزدیک به 100 تن در این انفجار کشته و زخمی شدند. اما در سوی دیگر ماجرا خبرها از کشته شدن ملا برادر هم روایت دارد و بر طبق منابعی که از برخی صفحات نشر می شود، ملا برادر نیز با مولوی انصاری در این مسجد حضور داشته است و احتمال کشته شدن او هم بسیار فراوان است، هرچند که طالبان کشته شدن ملا برادر را تایید نکردند، اما خبرها از هرات گواهی این رویداد بزرگ است. در حال حاضر مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است، اما احتمال می رود که داعش این مسئولیت را بر عهده بگیرد. این در حال است که طالبان با انصاری روابط خوبی داشتند و انصاری یکی از مبلغین طالبان در هرات بود، حتی قبل از ورود طالبان به افغانستان، که در آخر ویدیو برایتان برخی از کلیپ های مربوط به تبلیغ انصاری را خواهیم گذاشت. از سوی دیگر ویدیویی که از لحظه انفجار نشر شده بسیار وحشتناک است. امروز کسان میگن دستاوردهای 19 ساله ما از بین میره. اونهایی که میگن دستاوردهای 19 ساله این نظام چی میشه؟ دستاوردها چی هست؟ دستاوردهای نظام فعلی چی هست؟ اینها متوجه باشن کدام دستاوردها؟ رذایل اخلاقی؟ اینها دستاوردهای نظام هست. رذایل اخلاقی، بیدینی، دین ستیزی، ارتدادهای مدرن که به نوعی از انواع مردم در حال مرتد شدن است، بی‌حجابی و بدحجابی، اختلاط زن و مرد در پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها و کوچه و بازار، اینها دستاوردها. رسانه‌های لجام گسیخته، رسانه‌هایی که ترویج فحشا و منکرات می‌دهند، ناامنی، بیکاری، فقر، کشتن بیگناهان، بمبارده‌های شبانه روزی خانه‌های مسلمانان و ایران شدن باغ‌ها و خانه‌های مسکونی مسلمانان، اینها دستاوردهای 19 ساله است. کسانی که میگن اگر صلح بیایه ما با طالبان بنشینیم حکومت اسلامی بشه، دستاوردهای 19 ساله ما چی میشه؟ مجاهدین و انسانهای با تجربه را خانه نشین کردن و انسانهای بی تجربه و بی کفایت را سر قدرت آوردن، استخدام زنهار به ادارات و شرایط قبولیشان زیبایی و مقبولی، این دستاوردهای حکومت و نظام 19 ساله. مسائل اختلاف انداختن بین قوم و نژاد و منطقه و مذهب، اکثریت اینها فاحشه سازی، ایجاد فاحشه خانه ها، بانگهای سودی، بانگهای قمار، اختلاس از بیت المال، غصب زمین ها، مظلومین به زندان ها و ظالمین رها شدن، همه اینها. یک لحظه فکر بکنیم،
رشوت به اوج خود رسیده، ظلم به اوج خود رسیده، بیبندوباری به اوج خود رسیده. لعنت به این دستاوردهایی که شما به این دستاوردهای امروز ملت تک تک شد، بیشرمانه می آین. دستاوردهای 19 ساله ما چه کار میشه؟ بله، وقتی حکومت اسلامی بشه تو فاسد به تد استفا خو میفتی، تو ظالم به تد استفا میفتی، چون جایگاه نداری در نظام اسلامی، جایگاه نداری در حکومت اسلامی. حکومت وقتی اسلامی بشه دیگه جایگاه و جاوپا برای تو کسی که دل آخره زنان مظلوم مسلمان را به زیر دست پای بیگانه ها میاندازی، دیگه در این سرزمین جاوپا برای تو نیست. برای مسئولین فاسدی که مانی صلح میشوند، برای اونها میگم کجاست؟ شما که صلاحیت ندارید، اختیار ندارید، این را برای شما میگم. خدمات سیاسی کجا هست؟ کجاست ارتش قوی؟ ارتشی که امروز در جهان بدرخشه، کجاست ارتش شما؟ کجاست نظام شما؟ در عرصه سیاست چه کار کردید؟ خدمات شما در عرصه اقتصاد چه کار کردید؟ بیایید ارائه بدهید به این 19 سال خدمات سیاسی، خدمات اقتصادی، خدمات فرهنگی چه کار کردید؟ 4 تا رقاصر تقدیرنامه دادید به عنوان هنرمند، 10 عالم و مجاهد را شهید ساختید، به زندان بردید، اینا دستاورد هست. در عرصه خدمات اجتماعی که شفاخانه مجهزی که مریض ما پشت مرزها نمیره، که خدمات اجتماعی که برق از خود این سرزمین تولید بشه، که خدمات اجتماعی که ما در این سرزمین امن و امنیت داشته باشیم، کجاست خدمات اجتماعی که یک سرک بالاخره آباد باشه؟ مرکز افغانستان جاده های درست اسفارت نشده، شهرهای مدرن و پیشرفته ای که بالاخره حالا ولایاتی که دوردست و دورافتاده و مساکین و بیچاره ها برق تا به حال ندیدن. شرم به اونهایی که میگن دستاوردهای 19 ساله ما چی میشه؟ بله، انسانهای فاسد تا دست پا خود افتاده، غاصبین زمین، ظالمین تا دست پا افتاده. حکومت اسلامی بشه تو فاسد جای نداری.